آزار جنسی در بازداشت، روایت عفو بین الملل از زنی که در اعتراضهای اخیر دستگیر شده بود. در حالی که هنوز تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دیماه و آبان ماه 98 به درستی مشخص نیست، اما در رسانه ها حرفی از رقمی بالای 8000 نفر است. در این برنامه میپرسیم از نحوه برخورد با زندانیان اعتراضهای اخیر چه میدانیم؟ آزارهای جنسی در زندانهای ایران چقدر متداول است؟ آیا نحوه آزارهای جنسی در زندانها در 40 سال گذشته تغییر کرده؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. خب آقای علامه‌زاده، با توجه به توضیحاتی که آقای علوی دادند در مورد برحال شکنجه های سیستماتیک و غیر سیستماتیک که برحال همه اینها تحت نظر حاکمیت یا با چراغ سبز اونها اتفاق میفته، به نظر شما چرا حاکمیت جمهوری اسلامی اینقدر روی بحث تجاوز حساسه؟ به هر حال اتفاقی است که در زندان‌ها افتاده، شواهدی هست، رفتارهایی است که گزارش میشه و اینها پنهان شدنی نیست. اما وقتی صحبت از شکنجه میشه، صحبت از کتک زدن میشه، رفتارهای خشن دیگه مطرح، حکومت یه جوری برخورد میکنه. وقتی که نوبت به بحث تجاوز میرسه، حکومت رویکرد دیگه‌ای رو پیش میگیره. به نظر میرسه به نوعی خط قرمز نظامه. آقای خامنه‌ای وقتی سال 88 حرفایی در مورد تجاوز در زندان‌ها مطرح شده بود، گفت اینها آمدند آرزوی نظام رو، آبروی نظام رو بردند. به نظر شما چرا رفتار حاکمیت این گونه است اما در عمل اینطور رفتار میکنه؟ بله، خب این تناقض در سر تا پای این رژیم اسلامی وجود داره. واقعیت قضیه این هستش که ببینید، این مسئله تجاوز به زنان به ویژه در جریانات اسلامی فقط در ایران نیست. این بوکو حرام در نظر بگیرید، همینایی که به خاطر اینکه یک خال موی یک دختر بیرون باشه اون رو به گوله می‌بندن، میان 270 تا دختر دانش آموز رو در نیجریه هم 2014 می‌دوزن که هنوزم بیشترشون آزاد نشدن، چند نفر هم که تونستن فرار کنن بچه دارن، حاملن، حتی زنها رو دست به دست میکنن. داعش رو در نظر بگید، داعش با ایزدی ها، یزیدی ها به این لغت رو میگن، با اینا چه کرد؟ با زنها اینا برده فروشی جنسی، یعنی رسما زنها رو دست به دست میفروختن و پول میگرفتن. یعنی فحشات در این حد بالا، آدمایی که تا مغز و استخون مذهبی هستن و شریعت مدارن و حاضر نیستن دختر خودشون مثلا یه ذره لای موش باز باشه. این تظاهر به اینه. اینی که من میدونم که دستور عملی نیست تو جمهوری اسلامی پس فردا که این رژیم ساقط بشه، چیزی پیدا نمی کنید که نوشته باشن که تجاوز در زندان میکنید، ولی به شما اطمینان میدم که این مسئله تا بالاترین مقام از آغاز روشن بوده و آزاد بوده و توجیه مذهبی هم براش داشتن. در زندان ها اینا تجاوز جنسی رو مجموعه از شکنجه میدونن، مجموعه از سهم خودشون از کسانی که در اختیارشونن. در اسلام وقتی یه جایی رو میرفتن میگرفتن، زناشون میگفتن بالا ماست. همین داعش همین رو رسما اعلام کرد که ما اینا همه زنا متعلقه با ما. بنابراین وقتی تو زندان زنی رو میگیرن، از خودشون میدونن، اینا رو میدونن، اینا آدمایی مثل خود علی خامنه ای یا نمیدونم اون امام جمعه مشهد، اینا توجیهات مذهبی برای این دارن. این نمیان اینا به عنوان یه قانون به زندانبانا بدن که بعدا پس فردا دست این اون بیفته، ولی در واقع میدونن. چطور نمیدونن؟ وگرنه از همون اولین موردی که این پیش آمد و اینا دیدن یه همچیزیه، جلوشو میگرفتن. نمونه ای که الان یکی از دوستان اشاره کرد و خود شما در گزارش اولیتون بود، اون سعید امامی، همسر سعید امامی خودش یک مقام امنیتی درجه بالا بود، با زنش باز همین کار کردن. ببینید، یعنی این در واقع مذهب اجازه میده دیگه صدای مثلا یه زندانی زن بیپناه به گوش بالا دستی ها نمیرسه،
صدای همسر سعید امامی یکی از بالاترین مقامات امنیتی کشور که صداش به گوش مقامات بالا رسیده، این فیلم ها رو که دیدن، فیلم که شما همین یک کش پخش کردید، بنابراین اینا چیزی نیستش که پنهون باشه. ولی چرا اینجوره؟ چرا برای یه خالمو گشت میذارن تو خیابون که نکنه یه زنی چارگردش عقب باشه؟ این همه به نجابت و این همه مثلا به ناموس و اینا اهمیت میدن، ولی از اون بر بی‌ناموسی ترین کارهای ممکن رو انجام میدن. این رو باید خود این ملاها پرسید چجوری این دوتا رو میتونن هر دو رو یک جا زیر عبا عمامه چون نگه دارن و هیچ احساس شرمم نکنن. بسیار خوب خانم بحرینی، اشاره کردند که خیلی از قربانیان حاضر نیستن در مورد این تجربه تلخ صحبت کنند. به هر حال این تجربه دردناکی است که تا سالها با اینها میمونه، تراپی و روان درمانی احتیاج دارن در خیلی از موارد. اما چرا نوع برخورد جامعه به نظر شما با اینها تغییر نمیکنه؟ یعنی با توجه به اینکه به هر حال در طی سالهای گذشته اطلاعات زیادی آمده، مردم زیادی به هر حال بودن که حرف زدن در این مورد، اما نوع برخورد، اشاره کردید رابطه جنسی تابو هست در جامعه ایران، اما چرا متوجه نمیشن که اگر کسی در زندان هست و راجع به خبرهای جنسی منتشر میشه لزوما نمیتونه درست باشه و هنوز این تاثیر ممکنه بذاره؟ من فکر میکنم یک جامعه شناس بهتر بتونه تحلیل بکنه که دقیقاً چرا این اتفاق میفته، ولی در جامعه‌ای که جریان اطلاعات همیشه با سرکوب حکومتی و سانسور حکومتی روبروه و بحث‌های مربوط به حقوق زنان و جنسیت به طور سیستماتیک سانسور میشه، دسترسی جامعه به منابعی که اونها رو آشناتر بکنه با بحث‌های مربوط به جنسیت و از بین بردن تابوهای جنسی در قطعاً بسیار محدودتر در مقایسه با جامعه‌ای که بیشتر حکومتش حق آزادی بیان رو رعایت میکنه. و بازجوها و ماموران امنیتی قطعا از این سنت‌ها و تابوها هست که استفاده میکنن، چون فکر میکنن که در مورد این موارد قربانی و خانوادش احتمال بیشتری هست که سکوت بکنن. اما خوبه که به یاد بیاریم که بسیاری از قربانیان شکنجه های جنسی هم در طی سالیان گذشته پا پیش گذاشتن، با شهامت صحبت کردن، روایت هاشون در گزارش‌های حقوق بشری مستند شده و به همین دلیل هم این اطلاعات وجود داره الان، و این به خاطر شهامت و مقاومت این زندانیان سیاسی زن و در بعضی موارد مرد هم بوده. علاوه بر این در واقع اطلاع رسانی از سوی خود قربانیان و خانواده ها، اون چه که باید در جامعه صورت بگیره یک سری تغییرات ساختاریه که در نظام قضایی ایران که جلوگیری بکنه از وقوع این موارد، و مهمترینش در واقع اطلاع رسانی در مورد بازداشتی و بعد دسترسی، فراهم کردن دسترسی فرد بازداشتی به وکیل و خانوادش از بعد به دستگیری، انجام دادن بازجویی ها در یک مکانه که دوربین های در واقع مداربسته وجود داشته باشه و تمام بازجویی ضبط بشه و بتونه در اختیار نهادهای ناظر قرار بگیره، و همینطور دادگاه های مستقلی که بتونن رسیدگی بکنن به این شکایت ها به جای اینکه تحت تاثیر نیروهای امنیتی فعالیت بکنن. و اگر اینجا جاش باشه که در مورد موضوعی که قبلا صحبت کردیم، پیگیری حقوقی از طریق نهادهای بین المللی، جمهوری اسلامی ایران با اینکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو امضا کرده، پروتکل اول اختیاری این میثاق رو که اجازه میده به افراد که به طور مستقیم به طور فردی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر این میثاق شکایت بکنن رو امضا نکرده، و بنابراین ما به عنوان یک جامعه باید بخوایم از هر دولت و حکومتی که در ایران حاکم باشه که این پروتکل ها رو امضا بکنه، و بنابراین به شهروندان اجازه بده که اگر نهادهای قضایی در داخل کشور ناکارآمد باشن بتونن به یک مرجع بین المللی برای دادخواهی رجوع بکنن، و اون وقت این در واقع مکانیسم های حقوق بشری بین المللی به مراتب موثرتر از امروز خواهد بود. بسیار خوب آقای علوی، نگاهی بکنیم به الگوهایی که آزارهای جنسی در زندان ها طی کرده. در
دهه 60 به هر حال تا حد زیادی آنچه که اطلاعات آمده بیرون بیشتر این آزارهای جنسی و بحث تجاوزی که مطرح بوده در مورد دختران بوده، زنان بوده. خود شما اشاره کردید به هر حال به چیزهایی که در آقای علامه‌زاده اشاره کردن به مواردی در اون خصوص. صحبت بر سر این هست که آیا الان در زندان‌ها فقط و فقط آزارهای جنسی که شامل حال زندانیان سیاسی به طور مشخص اگر بخوایم بگیم، اگر اینها آزارهای جنسی می‌بینن، این آزارهای جنسی فقط در موردش از طریق بازجویان قابل اعمال هست یا راه‌های دیگری هم برای فشار آوردن به اینها در فضای زندان وجود داره؟ بله، در واقع اون الگوها رو که اشاره کردید آقای نظام گفتن به هر حال تغییر پیدا کرده. در یک حدودی قبلا در واقع عامل آزار و شکنجه جنسی و تجاوز به طور مشخص بازجو، پاسدار یا ماموری بود که بهش سپرده بودن، یا خودش مثلا مواردی هست در زندان شیراز، در زندان مشهد، در زندان‌های شمال، در رشت، همون دهه 60 اتفاق افتاده، مستند شده الان و اون بود مورد کلی در واقع تجاوز به زندان، یعنی باکر قبل از اعدام. در بعد جلوتر که میان در دهه 70 و 80 این موارد تغییر شکل میده، به شکلی اینا ادعا میکنن که ما این چیزا رو دیگه نداریم، اما باز هم بازجوها از اون خلاهای قانونی، از اون بازگذاشتن درشون استفاده میکنن. ولی به همین ختم نمیشه، تغییر الگو رو باید اینجا دید. یکی اینکه این بار دیگه اولا تجاوز جنسی فقط شامل زندانیان زن نمیشه، زندانیان مرد رو هم به طور گسترده تهدید میکنه، آزار جنسی کلامی، تهدیدهای جنسی و توهین‌های جنسی و بعد هم قرار دادنشون در شرایطی که اینها احساس بکنن در واقع داره بهشون تجاوز جنسی میشه، در خطر این قرار دادن. و بعد این رو نه فقط بازجویان که از طریق زندانیان شروری که با بازجویان همکاری میکنن این هم اعمال شده. موارد متعددی داریم، مثلا یک شخصی که نمیشه اسمش رو برد، البته قبلا در موردش مکتوب چیزای منتشر شده در فضای عمومی که ایشون الان به عنوان یک روزنامه‌نگار نزدیک به حکومت شناخته میشه. یک بخشی از اینکه این آدم شکسته این بوده که این رو تهدید میکنن که در یک بند زندانیان شرور در اوین قرارش میدن یک شب، بعد اون شب چیزا اینجا میبینه در حق زندانیان در واقع عادی که آزار میبینن، بعد فردا صبح میان میگن سفارش کردیم امشب نوبت توئه، حالا چیکار میکنی؟ میگه من حاضرم هر چی بخواید بگم. یعنی این آدم وحشت کرده چون دیده شب قبلش عمدن بردن اونجا، گفتن کارش نداشته باشید اما کارهای عادی خودتون رو انجام بدید که این ببینه، و بعد گفتن فردشون رو باید شما ممکنه این کار نکنن اما این فرد باور میکنه که این توانایی اونان هست که اون بلا رو سرش بیارن. یعنی به این شیوه این عمل شده، عملا در واقع تهدید زندانی سیاسی یا حتی زندانی عادی که به شکلی براشون دردسر تسلیم نمیشه به دلیلی بازداشت شده، منتها آدمیه که به قول اونا سرتقه و به مقاومت میکنه در مورد مشخص، اینها رو با این تهدید که شما رو در بند فلان زندانی در سلول فلان شخص مشخص که به آزار و تجاوز و اینها در واقع در زندان شناخته شده است قرار میدیم و گاهی این کارو میکنن، نه برای اینکه اون بلا سرش بیاد لزومن، من شخصا گزارش این مورد ندارم، اما برای اینکه اونجا چند شب اونجا نگرش میدارن که ببینن اینا چه کارهایی میتونن بکنن، اذیتش میکنن، دستمالش میکنن، بعد طرف رو برمیگردونن برای اینکه دیگه سکوت بکنه یا همکاری بکنه یا بالاخره به شکلی بشکنه، و خب این متضمن شکستن کرامت اون انسان هم هست. این ترتیب از این لحاظ تغییر شکل داره. این نکته هم هست که این هم فقط مختص مردان نیست، شاید ما تصور بکنیم تجاوز فقط مختص از طریق در واقع زندان دیگر مختص مردان است، اما در زندان زنان هم مواردی بوده، مثلا در مورد زندان قرچک منتشر شده بود که با دسته تی به یک خانمی تجاوز کردن، به یک زندانی عادی دیگری که معترض بوده تسلیم اون فشارها نمی‌شد، از طریق زندانی سابقه داری دیگه آدم بعدم کشته شده، ظاهرا اعدام شده این زندانی، و این موارد اتفاق افتاده. یعنی تهدید جنسی از طریق زندانیان شرور و سابقه دار یکی از ابزارهای جدیدی هست که در حداقل دهه از دهه 70 به بعد در زندان‌ها اعمال میشه. یک بخشی هم مسئله زیست جنسی در زندان هست، یعنی به این ترتیب که بالاخره اون زندانیان چه مرد چه زن نیازهای جنسی دارن، برخی از این زندانی‌ها خودشون رو به شیوه‌های در واقع کنترل میکنن، این رو به شکلی متمدنانه رفتار میکنن، بخش از این کار نمیکنن، برای همین عملا یک نوع بازار جنسی هم در زندان وجود میاد و قاعدتا زندانیان مقاوم، زندانیان سیاسی میتونن با در واقع بشن با در واقع متأثر از اون بازار مورد تهدید قرار بگیرن.
آقای علوی ببخشید من دوباره میپرسم، این بازار جنسی در زندان در جمهوری اسلامی منظورتون چیه شما؟ واقعا اینطوره؟ بله بله، قبلا من خودم فکر میکنم حداقل 3 یا 4 گزارش سنجیده گناهان زیست جنسی در زندان مردان و زنان کار کردیم، دوستان دیگر هم حتی کار کردن، این چیز تازه ای نیست که عملا به شکلی در واقع در زیست جنسی زندان 2 جور رابطه جنسی وجود داره. یک بخشیش که خیلی محدود هست رابطه عاشقانه بین 2 مرد یا 2 زن هست که این حتی در شاید قبلا گفته نشده، حتی در زندان اوین هم در واقع دهه 70 بین 2 زندانی مرد بود و این قابل قبول نبود از طرف مردان دیگر و اینا خیلی آزار هم دیدن، حالی که اینا واقعا عاشق هم دیگه بودن، هم جنسی ها بودن. اما غیر از این جنبش که یک جنبه رابطه برابر 2 انسان هست که انتخاب میکنن، اون چه که اتفاق میفته این رابطه نابرابر هست، فرد یا به دلیل فقر یا در اکثریت موارد به خاطر نیاز ماده مخدر خودش رو واگذار میکنه، برای تهیه ماده مخدر در واقع تن خودش رو تسلیم میکنه، تن فروشی میکنه. اما این یک بخش از زیست جنسی است. بخش دیگرش این هست که یک زندانی سابقه دار مجرم که زندانش مطلع هست، با زندانبان کار میکنه، با هم یه تجارت میکنن، زندانی ضعیفی رو که حالا یا معتاد هست یا فقیر هست یا به شکلی کرامتش از دست رفته، شکسته شده در زندان، این رو در واقع شبانه واگذار میکنه. این خیلی تلخ گفتنش، اما در بخش از زندانهای ایرانی وجود داره که فلان زندانی صاحب این زندانی هست، از این حمایت میکنه، به این معنا کسی نمیتونه بزنه، این قضاش تأمین خوراک و همه چیز فراهم براش، اما اینو هر شب به یک سلول اجاره میده. یعنی به این ترتیب این یک تجارت هست. بله، یک بازار جنسی در زندان وجود داره و زندانبانها و جمهوری اسلامی و مقامات از این اطلاع دارن و امکان کنترلش هم دارن. طبیعتاً همیشه در زندان امکان کنترل سرکوب هست، اما ظاهراً منافعشون در این هست که از این بازار هم برای منفعت مادی، هم برای کنترل زندان به شیوه کم دردسر به تعبیر خودشون، و هم برای تهدید زندانیان دیگر این بازار رو در واقع فعال نگه دارن. بسیار خب آقای علامه‌زاده، اجازه بدید صحبت رو با شما ادامه بدیم. در مورد مواردی که شما از قربانیان تجاوز باهاشون برخورد داشتید، آیا هیچ وقت اینها سعی کردن که در داخل ایران هیچ پیگیری قضایی انجام بدن، به نوعی هیچ شکایتی رو مطرح کرده باشند، یا حتی در خارج از ایران؟ نه، اینایی که من باشون تماس داشتم در ایران که خوب میدونیم سر امکان شکایت کنن در هر چیز هیچیش فراهم نیست جز اینکه خوشون دوباره در معرض دستگیری و همون شکنجه های جنسی و غیر جنسی قرار نیست. ولی در خارج البته اقدام رفتن همین اونایی که تو فیلم من اومدن و با نام خودشون به نام مصاحبه با نام خودشون اینو مطرح کردن، یک سال بعد در بروکسل در کاروان اروپا جلسه ای بود که من دعوت داشتم، هم خانم آذر آلکنان که اولین خانمی بود که با نام خودش جلوی دوربین در مورد تجاوز در زندان جمهوری اسلامی سخن گفت، ایشون هم اومد در بروکسل و اونجا اینا مطرح شد، ولی به صورت شکایت رسمی به این معنای حقوقی کلمه تا جایی من میدونم نه، ولی به عنوان بیان واقعیت در یک مجمع رسمی مثل دفتر سازمان ملل در بروکسل در چیز اروپا اونجا خود من حضور داشتم، منم صحبت کردم، ایشون هم به عنوان شاهد داره خودش تعریف کرد. ولی این بسیار خوب. خانم بحرینی، در مورد بحث فشار بر زندانیان زنیزه بدید این بخش رو لاغل در بخش آزار زندانیان رو تمام کنیم که برسیم به اینکه در مورد پیگیری های حقوقی و قانونی چه میشه کرد. چه فشارهای دیگری ممکنه بر زندانیان به خصوص زندانیان زن در زندان ها بیاد که لزوماً از دست دادن جنسی، آزار مشخص جسمی و تجاوز و اینها نیست، ولی به هر حال در زمره این فشارهای رفتارهای جنسی با زندانی تعبیر میشه؟
علاوه بر آزارهای جنسی میشه گفت که بسیاری از زندانیان زن با خشونت‌های مضاعف مبتنی بر جنسیتشون روبرو میشن. مثلا یک نمونه بسیار بارز که در خیلی موارد به اطلاع ما رسیده، دسترسی به لوازم بهداشتی در دوران قاعدگی. بسیاری از زنان بازداشتی در شهادت‌هاشون گفتن که به ویژه وقتی در بازداشتگاه‌های مردانه نگه داشته میشن، مثلا در احواز، بازداشتگاه اطلاعات احواز یک بازداشتگاه تماما مردان است، حتی کادر مامورین و نگهبانان و بازجو همه مردن، و وقتی که زنان درخواست دسترسی به لوازم بهداشتی رو در اون شرایط ارعاب و مردانه میکنن، معمولا با توهین‌های جنسی و الفاظ رکیک جنسی، تهدیدهای ضمنی به آزار جنسی روبرو میشن. و این نه فقط موضوعی که اخیرا به اطلاع ما رسیده، اگر شما به گزارش‌هایی که در مورد آزار زنان در دهه 60 و 70 هم تهیه شده نگاه بکنین، از جمله گزارش‌های مفصل سازمان عدالت برای ایران که یکی از جامع‌ترین تحقیقات رو بر اساس اون چه که من میدونم انجام دادن، میبینید که این یک موضوعیه که در تمام این دهه ها تکرار شده. یا مثلا بررسی داخل اندام جنسی زنان موقع بازرسی هایی که صورت میگیره، هنگام خروج و ورود به زندان، یا حتی در زمان ملاقات های کابینی، و اینها خشونت های مضاعفی هستند که مشخصا بر اساس جنسیت با زنان میشه. اشاره کردید شما به اینکه به هر حال راههایی برای پیگیری هست، اگرچه که دولت ایران مقید به خیلی از اون چیزی که امضا کرده و یا بخشایی که به هر حال امضا نکرده که نیست. در داخل ایران چه کاری میشه کرد؟ من میدیدم که شما در آنچه که خودتون نوشته بودید خواسته بودید که این آدم‌هایی که تحت تأثیر یک همچین رفتارهایی قرار میگیرند در داخل خود ایران مطرح بکنند و با مقام‌های جمهوری اسلامی ازشون خواستار پاسخگویی بشن. چرا این رو گفتید؟ به هر حال چه آیا هیچ وقت هیچ موردی بوده که یکی از این تقاضاها به نتیجه ای رسیده باشه؟ ما از موردی مطلع نیستیم که نظام قضایی ایران به طور منصفانه به شکایت ها رسیدگی بکنه، ولی این ثبت شکایت رو بی اهمیت نمی کنه، چون از زمانی که اون شکایت ثبت میشه هم میشه در مورد اون ثبت شکایت اطلاع رسانی کرد، هم به نهادهای بین المللی اطلاع داد که این شکایت ثبت شده و مقامات رسیدگی درست انجام ندادن، و هم برای آینده میمونه. اینکه تحت چه قوانینی باید این شکایت بشه، هم قوانین کیفری عمومی هستن، مثل که به در واقع متاسفانه در ایران شکنجه به طور مشخص به عنوان یک جرم همگون با اون تعریف بین المللیش در قانون ایران تعریف نشده. بله. و شکنجه جنسی هم بنابراین نشده، ولی قوانین عمومی مثل زنای به عنف یا رابطه نامشروع مادون زنا که به صورت اجبار با اجبار و اکراه صورت گرفته باشه، اینها قانونهای عمومی هستن که در این موارد به هر حال میشه ازشون استفاده کرد برای پیگیری شکایت. البته باید گفت که متاسفانه مجازات این نوع جرایم خودش یک نوع دیگری از شکنجه است که در بیشتر مواقع اگر زنای به عنف باشه اعدامه، یا اگر کمتر از اون باشه شلاقه. و متاسفانه بله. جمهوری اسلامی ایران در واقع یک نوع خشونت رو با نوع دیگری از خشونت عموما پاس. در دقیقه پایانی برنامه هستیم خانم بحرینی، این همه صحبت کردیم در مورد انواع آزارهای جسمی، روحی، روانی و همه آنچه که بر زندانیان میگذره. از آنها که در زندانهای ایران هستند از آبان ماه تا دی ماه، از نوع رفتار با اینها چه میدونیم؟ هیچ اطلاعات مشخصی در دست هست؟ سازمان عفو بین الملل همچنان در حال تحقیق هست و ما اطلاعاتی دریافت کردیم که امیدواریم بتونیم در هفته های آینده منتشر بکنیم، و همچنان هم از خانواده های بازداشت شدگان درخواست داریم که با سازمان عفو بین الملل و باقی نهادهای حقوق بشری تماس بگیرن. شماره های تماس ما در کانال ها و شبکه های اجتماعی عفو بین الملل هست، و با توجه به همه اونچه که در موردش صحبت کردیم، واقعا وقتی که سیستم قضایی ایران دامن میزنه به خشونت به جای اینکه حافظ حقوق بازداشتی ها باشه، اطلاع رسانی خانواده ها و وکلاست که مهمترین نقش رو برای در جلوگیری از این موارد شکنجه میتونه ایفا بکنه. بسیار خوب، سپاسگزارم.
نکته پایانی هست خانم بهرنی، اندازه به چند ثانیه ایشان فرصت هست. فقط اینکه در عرصه بین المللی شکنجه یک جرم قابل پیگیریه و اگر افراد نام و اسم اون مأمور رو میشناسن، مهمه که این رو به اطلاع سازمان های بین المللی برسونن و روزی اگر اون فرد پاش به حوزه قضایی برسه که در واقع به شکنجه رسیدگی بکنه به عنوان یک جرم بین المللی، میشه که طرح شکایت کرد. خب سپاسگزارم از شما رها بهرنی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، رضا علامه‌زاده فیلمساز و نویسنده از اتریخ، شاهد علوی روزنامه‌نگار از واشنگتن. سپاسگزارم از همه شما که در این گفتگو شرکت کردید و همینطور سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه.